درود بر همیانان ارجمند و بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه. شاهین نژاد هستم به همراه دوست گرامی شهرام آریان در یک دیگه از برنامه‌های تحلیل تاریخ معاصر ایران از دیدگاه جنبش رنسانس ایرانی. در هفتمین نشست از این سلسله گفتگوها رسیدیم به دوران قاجار و پرداختیم به اوایل قاجار، به کنش‌های افسار گسیخته آقا محمد خان، به خاستگاه ذهنی و فکری آقا محمد خان به عنوان یک خان ترکمن و همچنین به عنوان یک مجتهد و فقیه شیعه متعصب. به جریان جنگ‌های ایران و روس هم گویزی زدیم و امروز بقیه سخن رو پی می‌گیریم. همین گونه خواهیم رفت، به انقلاب مشروطه خواهیم رسید و بعد برآمدن سردار سپه و رضا شاه آینده، دوره رضا شاهی و بعد دوره محمد رضا شاه و رخدادهای بسیار متنوعی که در اونجا روی داد و نهایتاً و سرانجام کار انقلاب اسلامی و انقلاب سال 57، چرایی و چگونگی آنچه که بر ما رفت. می‌خواهیم که زیر ذره‌بین بذاریم و شاید یه مقدار جستار جنجالی هم باشه، ولی فکر می‌کنیم که هر آنچه که فکر می‌کنیم درسته باید طرح بکنیم، چون باید بیاموزیم و در این آموختن چراغ بیافروزیم برای اینکه جلوی پامون رو برای ماه‌های آینده و سال‌های آینده بهتر ببینیم. شهرام جان درود بر تو و رشته سخن رو بهت میدم تا اینکه بحث رو ببریم جلو. درود شهرام جان، درود بر بینندگان. بله، ما رسیدیم تا پایان آقا محمد خان و دیگه گسل عبورناپذیر میون ایران و اروپا رو دیدیم، یعنی گسلی که ایران توش واپس افتاده از اروپا و دیگه تقریبا هر گونه دست و پا زدن از اون پس هم کمابیش بیهوده خواهد بود. در دوران قاجار خواهیم دید، چون وقتی شما بذاری گسل از یه مرز بحرانی فراتر بره، یعنی اینکه ضعف خودت هم از یه مرز بحرانی فراتر رفته و بعد اون نیروهای دیگر که از تو پیشتر جلو زدن و پیشرفت کردن، اونا با دخالتشون کوشش میکنن جلوی پروسه پیشرفت تو رو بگیرن. تو تا همون آغاز کار وقتی فرصت هست باید خودتو برسونی. برای همینم هم بود که من دو بار، سه بار، چهار بار هی بازگشتم به اون دوراهه بزرگ تاریخ ایران معاصر که زمان شاه عباس بود. این ور می‌خوایم بریم یا اون ور می‌خوایم بریم؟ هی از قاجار دوباره تونل می‌زدم به اون. هی دوباره چون اونجا تمام سرنوشت تعیین شد. پس از اینکه قوم و روحانیون با هم تصمیم گرفتن که راه جنون رو برن، دیگه این توی دیگه دره سراشیبی دیگه افتاد و من با برشمردن تاریخ ها که اروپایی دارن تو اون زمان ها دیگه چی کار میکنن و تو ایران هنوز ما در دوران یه جور شبه عصر حجر هستیم، یعنی ما در دوران قاجار، خب خیلی عقب تریم حتی از روزگار ساسانی. شما تصور کنیم اون توحش بیابونی دشت نشینی که با مهاجمین عرب و بعد ترک اومده بود و با این نرم افزار عجیب و غریب آدمکش اسلام در هم آمیخته بود و با نابود کردن هر گونه اندیشه و جستجو و بحث و اینا، یه فضای واقعا جهنمی دوزخی پدید آورده بود برای فرد، فردی که میخواد رشد کنه بفهمه. اینه که من ادعا میکنم ما وضعیتمون از زمان مثلا 1300 سال قبلش ساسانی خرابتر بود، یعنی اگه روزگار ساسانی ها دست نخورده زمان انوشیروان برخورد میکردن با اروپای قرن 19 هم یا 18 هم، من ادعای علمی میکنم 20 برابر بهتر خودشون رو تطبیق میدادن. درست. اونچه که قاجار میکرد که فراریای پارسی زرتشتی هم در هند اینو بعدن ثابت کردن. درست. یعنی سلول آزمایشگاهی از ایران ساسانی مرده نابود شده مونده بود اونجا. درست. و همون لول آزمایشگاهی وقتی برخورد کرد با انگلستان، تمام نیروی انفجاری پیشرفتی که در هند بعدن پدید اومد از اونها برآمد، همون چند هزار تا مهاجری که مونده بودن از اون تمدن نابود شده برفته. حالا این خنده داره که اگه اون تمدن مونده بود 1400 سال قدیمتر از این دیوانه های عصر قاجار، من عرض میکنم 2000% بیشتر، 20 برابر قویتر خودش رو تطبیق میداد. اصلا در کوتاه‌ترین مدت میرسی به فرنگ. درسته. بعد موی دماغ فرنگ میشد با یه صنعتی از خودش برتر. این یکی دیگه همونی بود که گفتیم دیگه جنسش چی بود. حالا ما از بازه پارسیان شرم جان که در هند به ویژه در منطقه بمبئی و حتی جای دیگری که بودن، توی دوره کوتاهی که فضای ایجاد شد تونستن رشد کنن و صنعتی کردن منطقه رو و ایجاد ثروت کردن و جاهای مختلف نشون دادن که چقدر میتوانن سازنده باشن. بابا یه جمعیت کم بوده 50,000 نفره، امروز تقریبا بخش بزرگی از صنایع و اقتصاد هند رو همراه خودشون دارن، در میهن اصلی خودشون نبودن و تازه با محرومیت ها و با تبعیضاتی تو تمام این صده ها در هند با
نهایت محافظه‌کاری زندگی کردن و اینگونه شکوفا شدن. میشه آدم تصور بکنه، یه مدل سازی بکنه، اگر که اون جمعیت چندین برابر در خود فلات ایران این بخت رو پیدا میکرد، چگونه میتوانست موتورش دوباره روشن بشه و سریع خودش رو برسونه و عقب ماندگیش رو جبران کنه از قبل. بله، مثلا موضوع دیگه عقب ماندگی نبود، موضوع این بود که بعدن رقیبش میشد. حالا این یک بگذرم اون داستان که گذشت رفت. این آقا محمد خان به همون شیوه عجب غریبی که فرمان روایی کرده بود به همون شیوه هم کشته شد رفت و فتحعلی شاه اومد و داستان شکست های ایشون رو هم توصیف کردیم، مثلا مجموعه بیخیالی که اون زمان بود رو به تمام این رویدادها. و البته خیلی تو جزئیات نرفتیم جنگ ایران روس و چون اینا مسائلی که همه میشناسن، ما فقط نگاه ابسترکت میکنیم به اون جوهر نهادینی که تو این داستان ها نهفته که اون جوهر دریافته بشه، اون روایت خانی رو که بیشتر همیهنا از تاریخ معاصر کشور خودشون کردن، چگونه تو جنگ نخست و دوم ایران و روس اون سرزمین ها رفت، چگونه روس ها قبلش زمان پتر خودشون رسونده بودن، همون جهشی که ایرانیا سر باز زده بودن ازش در زمان شاه عباس که بکنن اونا کرده بودن با پتر کبیر، و بعد یه فاصله بزرگ افتاده بود و اون بلای سر ایران آوردن که آوردن. و روزگار پایانی فتحعلی شاه با کوشش های آغازین جانشینش عباس میرزا همراه بود که خب حالا این همه ما ضربه خوردیم، این همه ما لگد خوردیم، برایند منطقی از ریشه اینا چیه؟ که به خودت به برخی دیدارها با فرنگی ها و عباس میرزا اشاره کرد و ببیش در رفت آمد هایم که با روس داشتن، برخی میرزاها و منشیام که میرفتن و میمادن که از ذریب هوشی بالاتری برخوردار بودن، من جمله امیر کبیر جوان یا میرزا تقی‌خان توی که از این مسافرت ها رفته بود اومده بود، قائم مقام هم که آگاهی داشت، حالا بهشون میرسیم. یه اندیشه تو ذهن برخی مهتران پدید اومد که ما یه جوری این دستاوردهای فنی فرنگ رو بازسازی کنیم اینجا تو ایران، چون نماش با این میجنگن دیگه با توپخانه و تفنگ و اینها. تفلی ها اونا میلیون ها سال نوری از اون دورتر بودن که درک کنن که این صنایع از چی برآمده. یعنی این بحثا که ما اینجا میکنیم در مورد بن قانون های فرهنگی و جهان نگری چیست و نمیدونم نهادین ترین قانون های روان که قانون های دیگر با اشتقاق کنترل میکنه، تو اون همه برنامه ها که داشتیم و این چگونه از پیش از اسلام به پس از اسلام ترانزیت شده، ترا سازی شده، اون بن قانون های چیز دیگه شده، مشتقات چیز دیگه شده. اون بیچاره ها نمیذارن اینا رو بفهمن. اونا فقط اینو میدونستن که آقا چرا اونا توپخانه دارن ما نداریم، چرا اونا اسلحه مدرن ما نداریم، چرا سازماندهی لشکرشون بهتره. اینا رفته بودن تو دیدارها که تو روسیه کرده بودن، این مدارس فنی رو دیده بودن و مدارس نظامی. حالا اون چیزی هم که اونا دیده بودن در حقیقت بدلش بود، اصل کیفیت اون مسائل تو آلمان و اینا بود. اونو بیچاره ندیده بودن، اونا همون درجه دوشو نزد روسا دیده بودن یا درجه 4-5شو نزد عثمانی ها. اون درجه یکشو میدیدن، مثلا مدارس مثلا افسر ارشد مثلا در برلین اصلا سکته میکردن، اون میزان علمی که اونجا وجود داشت و اون سامان و اون حالت آن کادره و اون ایمان به کاری که تو اون انسانهای پروتستانت پروسی آلمانی وجود داره، اون اصلا ممکن بود سکته کنن، یه جان بسپرن. همین درجه دو و درجه پنجش که دیده بودن، یه الهامی از اونو میخواستن بیارن تو ایران تو بخش فنی پیاده کنن. هنوز در اولین مدرسه فنی رو باز نکرده زمان عباس میرزا، ستیز با روحانیون آغاز شد. این روحانیون که من عرض کردم اینا از زمان شاه عباس در نهایت آگاهی که ما کدوم طرف تو زندگی میخوایم بریم گفته بودن ما راه جنون رو میخوایم بریم. یعنی همونطور که مثلا امام غزالی 1000 سال قبلش هم گفته بود که ما معتزلی ها رو نابود میکنیم چون اونا بازمانده همین آتش پرستای منطقی قدیم هستن، ما چون ما راه ضد منطق تو زندگی میخوایم بریم به طرف جنون ایمان، اینا هم گفتن که نه ما پیشرفت فرام مهم نیست، حتی اگه همه چی نابود بشه بره، ما داریم واسه بهش کار میکنیم، با الله قراردادهای شخصی بستیم، از راه نماز و روزه و جهاد و اینا میخوایم بریم میشه حوریا. این وسط این مباحثی که شما میفرمایید که میخوایم مدرسه فنی بسازی و نمیدونم قلمرو رو نگهداری، این برای ما موضوعیت نداره، ما تو فکر همون حوریا هستمون اصل و اینا. و این مسئله که شما میفرمایید اگه اینو ما انجام بدیم، الله اون موقع اون سهمیه اصل حوریا رو قطع میکنه. بنابراین ما اون راه نمیریم، ما همین راه جنون نمیریم، با اینکه میبینیم داریم نابود میشه هیچ عیبی نداره چون تو فکر همون اصله هستیم. یعنی تصمیمات هم خیلی خودآگاهانه بود، کسی گمان نکنه که از روی نادانی بود. اینا در جهان اسلام تصمیم درونی گرفتن که راه جنون رو برن. بهترین تفاصیل دریافتن این مطلب تو نوشتهای خود غزالیه. بله، علی یه بار بهش میرسیم که به چه خودآگاهی میگفت من تو زندگی میخوام راه جنون رو برم، راه ایمان رو برم. منطقی نه، این منطق مولا همین آتش پرست های دیوانه بوده که این معتزلی ها از اونا موندن.
این طفلیام وقتی که عباس میرزا بهشون گفت ما میخوایم مدارس فنی رو بیاریم، اونا گفتن خب اگه مدارس فنی رو بخواید بیارید، خب این فرنگیان باید بیان، فرنگیان که مسیحیان نجسن، پای نجاست و انحراف کفر اونجا به اینجا باز میشه و ما دوباره ارتباطمون با اصل حورین قطع میشه. بنابراین نمیخوایم. و من به این اشاره کردم که تو کشمکشایی که شد، فتلیشا هم بهش زیاد چیز نداد، پشتیبانی نداد. از نمیاد که اصلا درست نمیفهمید اصلا داستان چیه. فتلیشا از این مسائل خیلی شوت بود. و عباس میرزا به تنهایی نه زورش اونجوری میرسید، نه میخواست کارو بگسلونه. حالا ما نمیدونیم اگه خود شاه میشد، اگه زود بیمار نمیشد، نمیدونم چیکار میکرد. میگم اون نکردن کاری زیاد میتونست بکنه. البته من به عباس میرزا باز خوشبین ترم تا به اون چیزی که پس از اون اومد. چون پس از او که این پسر واقعا منگلش محمد شاه اومد، اون طفلی اصلا نیاز به دوا و دکتر و مدرسه بچهای عقب مانده و اینا داشت. این عباس میرزا اینجوری نبود. عباس میرزا حواسش جمع‌تر بود، خیلی جمع‌تر بود. ولی خب عباس میرزا هرچند حواسش جمع بود، مثلا یه شاه عباس کبیر نبود. درست. طفلی در حد شاه عباس دوم بود. اون عباس دوم من گفتم زمان صفوی اونم جست و خیزی می‌خواست بکنه. دست و پای زد. ردی پایین‌تر از اون کبیر، ولی اونم نشد. اینم یه دست و پای در رده اون بیگمان می‌زد، اگه مونده بود بعد روحانیون جلوشو می‌گرفتن. گمان نکنم حال جنگ داخلی و اینا داشت که بعد درا رو اونجوری بخواد باز کنه بره جلو. حالا اصلا کار اصلا به اونجا نرسید. این نمیدونم تو راه هرات بودن کجا بودن که اونجا قائله رو به خوابونم اسم که اونجا درگذشت دیگه اشتباه کنم. و این فقط عباس میرزا چون عیسی فهمیده بود و میگم هوشش هم از یه حدی بالاتر بود، این بود یه وزیر درجه‌ای که برای خودش برگزیده بود که ابوالقاسم فراهانی بود قائم مقام. این قائم مقام هم یه آیکیو خیلی بالایی داشت. قائم مقام آیکیوش به مراتب از روانشاد امیرکبیران بالاتر بود. قائم مقام یه جور اگه توی کشور درست درمون بود بیسمارک یه چیزی یا یه زبانشناس بزرگ یه چیزی تو این رده می بود. در مورد شما عیسی داری میگی یا ابوالقاسم؟ ابوالقاسم اما فرهانی قائم مقام بزرگ. قائم مقام بزرگ میرزا ابوالقاسم فرهانی که بعد قائم مقام نخست وزیر چیز شد، محمد شاه. این از موقعی که عباس میرزا ولیعهد بود در آذربایجان بود، شده بود وزیر کارگردان کارهای او. حالا من وارد ترتیب اداری قاجار کلاسیک نمیخوام بشم که اینا وزارت رو هم تنزیه به ارث میبردن، بعد مثلا میونه قائم مقام و برادرش بعدن پس از مرگ پدر اون موقع مدتی هماوردی بود که کی بیاد بر کار. ما تو جزئیات ما تو روایت نمیخوایم وارد بشیم، فقط تو مثلا ابستراکت هستیم. یه جوری قائم مقام سر از این رقابت ها برآورد. قائم مقام یکی از کمترین کسایی بود، شاید حتی تنها کسی بود که در هنگامی که جنگ دوم با روسا در حال آماده سازی بود و عباس میرزا همه رو تو آذربایجان جمع کرده بود و با مهتران ایل و مهتران ارتش یا به قول خود اونا قشون و ارتش که بعدن سپستر نام برآمد و روحانیون رده بالا و مهتران دبیر اینا رو همه رو گرد هم آورده بود، طفلی عباس میرزا واقعا کوشش میکرد که نطفه های از این سیستم منطقی رو پدید بیاره و باشون صحبت کرد که سروران گرامی این جنگ دوم رو بکنیم نکنیم. بعد از اینکه سایش روشن شد پدیدار شده بود، روحانیون که دو پاشون توی کفش کرده بودن که این جنگ رو حتما باید بکنیم. حالا داستانش هم درازه که دوباره بگم، من خود همینا بهتر میدونن که آیا زیر دفوز بودن، احمق بودن، چی بودن. اونا مثل همیشه هم نقش مخرب و طفلی ها داشتن، ولی عباس میرزا خیلی هم براش مهم نبود که اونا رو تحلیلش روانی میدونست، بقیه رو میخواست ببینه اونا چی میگن. و سران ایل و سران قشون هم طرحهای خیلی جالبی نداشتن، بلکه مسئله اصلیشون بود که فقط باید انتقام جنگ اول رو بگیریم. تنها کسی که اومد مثل یه مدیر فرنگی ولی 50 سال از زمان خودش جلوتر تو ایران یه شروع کرد برای اینا محاسبات کردن، نیروهای روسیه رو سنجید، نیروهای ایران رو سنجید، مهمات رو سنجید، درآمد رو سنجید، انگار که مثلا یه مدیر عامل از قرن 20 بردی اونجا. درسته. از زمان خودش آی کیو خیلی خارق العاده ای داشت این قائم مقام. میدونی که همون کسی که نثر فارسی رو هم رفرم کرده. بله، منشآت مال اونه دیگه. بله بله. در خط نستعلیق حتی صاحب نظر بوده. قرارداد ترکمنچای هم گویا با خط ایشون نوشته شده. بله. یه کار و دو کار و ده کار نبود که این بابا بلد بود. این یه چیزی مثلا کسروی بود یا دکتر حسابی بود، یه همچین ذهنی داشت. یه نمایی هم ازش مونده، حالا تو کارهای نژاد شناسی نمیخوایم وارد بشیم، ولی از جبینش اصلا نبوغ میواره. یعنی یه چیز از کشیدن همون زمان بهاتش شپ ناتورالیستیک از قیافش. این تنها کسی که براشون محاسبه کرد گفت این کارو نکنی فقط او بود. خاطر جنگ دومو بگیره. بله بله. تو واقعا جنگی که آدم از اول میدونه نمیتونه ببره، میگه دیوانه است بکنه. درست. ولی نه روحانیون که مثل همیشه روانپریش بودن و نه حتی سران قشون، اینا هیچکی به دلش ننشست این سخن. بله. اونا گفتن نه ما حتما این کارو بکنیم و اون طفلی هم مثلا یه جورایی کناره گرفت، اصلا یه جورا فرستادنش به کناره.
اگه شما نکنم یه مدتی تو خراسان بود. بعد که اینا رفتن با مغز سر خوردن زمین و اون ترکمنچای ازش برآمد، فتلیشا اون دوباره دعوت کرد به تهران، ازش دلجویی کردیم. فتلیشا هم در حقیقت مثل همین کت خدای خودمون بود که زیاد خبر نداشت چیه چیه، ولی بدخواهی هم نبود، فقط عقلش کم بود. اینو دعوت کرد بیا رو جمع جور کن حالا. گفتش که عزیزم من میدونم که شما تنها کسی بودی که محاسبه کرده بودی که ما میریم شکست میخوریم. حالا ادب قائم مقام اون حضرت روش داشت میگه الا از پچیر جوله کار نگرفتی اگه میدونستی. خلاصه بیا حالا سرد من این حالت ها رو بعدن به تاریخ معاصر ترکیه برسیم با تجربیات خودم از داخل سازمان های ایرانی که بیرون از کشور وجود دارن. من تو تبعید تو اونا بودم، خودم که از کودکی آلمان بودم، ایرانی نمیشستم از درون ایران، فقط گریخته های ایرانی رو در این سازمان ها دیدم. این حالات روحی رو که اونجا مثلا این فتلیشا و قائم مقام عین همونا رو من توی سازمانه الان ایران دیدم. یعنی افراد با نهایت خرفتی یا بیخیالی یه فاجعه به بار میارن، بعد اون تنها کسی که همه چی رو براشون محاسبه کرده بود که به همین حالت خواهد شد، اونو پس از فاجعه نزد میخوانن، دعوت میکنن، قربون صدقهش میگن بله تو تنها کسی بودی که اینا رو گفتی که ما خر بودیم نفهمیدیم اینا. حالا بیا فاجعه رو جمعش کن که دیگه نمیری خرابهاشو در حقیقت. و اینا فتلیشا هم این قائم مقامو نزد خودش خواند به تهران و گفت میتونی کارش بکنی. اونم گفت چیکار کنم، شکست خود رفته، من فقط که قرارداد شکست رو میتونم کوشش یه جوری بنویسم که از هیچی بهتر باشه. و قائم مقام بود که پیشنهاد کرد که دست کم این پشتیبانی روس از عباس میرزا توی قرارداد بیاد. چون قائم مقام بر این باور بود که حالا که ما همه چی رو از دست دادیم، حالا که همه چی پاشیده، قائم مقام مثلا ما رو توی این ابعاد فرهنگی نمیدونم میفهمیده، اون به عنوان از این میرزاهای قدیم میتونیم مطمئن باشی که تاییدش آدم ضد اسلامی بود. درست. تمام میرزاهای کلاسیک که تو سیستم دیوان سالاری از شکست قادسیه تا سرکار آمدن پهلوی، اینا تو خونه درو که میبستن میتونی راحت باشی که حالا نه همشون ولی 190 شروع میکردن بعد و بیرا گفتن به بنیاد این شکستی که کشور خورده از اون مهاجما و این دین دیوانشون. این حقیقت روح ایران فقط توی این دیوان سالارهای کلاسیک مونده بود. اینا خودشون با خودشون میشستن خیلی روک صحبت میکردن، ولی خب بیرون دیگه جامعه و به ویژه مهتران همون دیوانا بودن. مجبور بود که به بیرون همش نقش بازی کنه، تئاتر بازی کنه. این حالا منظورم اینه که قائم مقام بیگمان یه چیزایی هم از دلایلی که چرا این کشور اینجوری میدونه، حالا نه تو اون ابعادی که ما اینجا میشکافیم میدونست، ولی حالا دلیلش چی بودش نبوده به خودش میگفت بذاریم کنار. میگفت الان تو این فاجعه ای که الان هست و کشور بیروز افتاده و همه مالی خولیای شدن و دیگه ما میشه کسارو خوردیم و دیگه یه قدم مونده که دیگه واقعا همه چی رو از دست بدیم و همه چی تیکه تیکه بشه اون چیزی که از ایران مونده، چه میشاید کرد؟ و این نگاه کرده بود، دیده بود توی فرزندان فتلیشا، کسایی که ممکنه نوبت بخواد بهشون برسه، آدم های دیگه هم هستن. اگه اشتباه نکنم یه جهانگیر میرزایی بود، یه خسرو میرزایی بود که حالا بعدن اونا دادن کور کردن، اونا که از ردی بیرون بشن، یه چند تا هماورد دیگه هم بود. قائم مقام یه نگاهی به اونا کرده بود و به محمد شاه هم نگاه کرده بود و بیگمان حماقت محمد شاه رو دیده بود، ولی این احساس بهش دست داده بود که من یه کاری بکنم که ترانزیشن قدرت، ترارفت قدرت پس از مرگ میرزا عباس میرزا که دیگه بود که بیمار شد، زودتر از نوبت خواهد رفت. بیگمان دوست داشت که اون شاه بشه و پروسه های کارشو با او انجام بده. بیگمان این دوتا خیلی با هم کامیاب تر می بودن تا اون چیزی که بعدش اومد. تو روحانیون با نهایت قدرت و جنون جلوشو می ایستادن، ولی این دوتا اگه با هم چفت بودن شاید کارهایی میکردن که بعدن همه چیزو تغییر میداد تا یه دستگاه قابل توجهی، ولی خب اون بیمار شد رفت. یه تو این فرزندای عباس میرزا آدمایی هستن که یه کاری برادم خود گفتن فتلیشا عباس میرزا ببخشید نقد نوه فتلیشا ها در حقیقت نوبتش رسید که بعدش شاه بشن. تو فرزندان عباس میرزا این یک چند تا از این میرزاهای رده میانه هستن که یک عقل و شعوری هم دارن، ولی اگه کمک کنه که اون فرزندی که نوبتشه اون شاه بشه که همین محمد شاه بود، دست کم چون ترانزیشن نرمال بوده و با ثبات انجام شده، این محمد شاه یه جورایی بعدن مدیون او خواهد بود و بعد تا اندازه دستش رو باز میذاره که بعد این اون رفرمای سختی رو که از موضع شاهی اون باید انجام بده که این میخواسته با عباس میرزا انجام بده، حالا که نشده با پسرش انجام میده، انجام بده. ولی خب امکان داره اگه با یک کس دیگه از اون یکی ها معاملش کرده بود، با مثلا جهانگیر میرزا یا با خسرو میرزا، اون که بهتر در بیاد ما نمیدونیم، ولی این روی استابیلیتی گذاشت، روی کارتا رو گذاشت، روی ثبات. بله. و به محمد شاه کمک کرد که اون رقیبای دیگه هم برن کنار. محمد شاه هم توی بستر مرگ پدرش یا قبل از او به او
پیمان ژرف داده بود که بله من این وزیر رو که شما برگزیدید اینو من میذارم کارا رو انجام بده. چون عباس میرزا برای این چندین و چند بار توضیح داده بود که این قائم مقام یه آدم نابغه غیر عادیه، باید باشه، این میفهمه مسائل چیه، بقیه اصلا قاطی دارن. اگه دست اینو باز بذاری و پشتشو بگیری یه امکانی هستش که ما یه دگرگونی های اساسی انجام بدیم اینجا. و بدون این دگرگونی های اساسی و آوردن اون مدارس فنی از فرنگ و گشایش وضعیت، این کار ما به فنای دیگه نهایی خواهد بود. اینا رو ظاهرا برای پسرش محمد شاه توضیح کامل داده بوده، اسنادی هست که این صحبت انجام شده و اسنادی هم هستش که محمد شاه قول داده بوده که من دستشو باز میذارم. مثل که چند بار حتی از این قول گرفته بود که قول میدی مثل اون فک و فامیل دیوانم، اون آدمای دیوانه دیگری که تو این کشور همیهنای ما هستن، وقتی حاکم میشن آنی اینو میکشن اونو میکشن چیشونه در میارن، قول میدی خونه قائم مقام نریزی؟ اینم چندین بار قول داده بودی که نه، قول میدم خونش نریزم، دستشو باز میذارم. میگه که رو تخت مرگ میبره، ازش قول گرفته بود که دیگه راحت بشه. درست. به همه چی قسم. ایشون هم به قولش وفادار مون، البته با بگونه دیگه. آره بعد از یه سال داد کشتن قائم مقامو. فقط درکش از این که قولش رو انجام بده این بود که گفتش که باید که خونش نریزه توی فرش بپیچونی خفش کنین. بله. درکش از این که من کارامو درست انجام بدم. ببین این ایرونیای دور زمانه گواد میکنن که این وضعیت بدی که کشور داره به خاطر نمیدونم توته این و اون و اینها، اصلا آگاه نیستن که به شدت اون وضعیتی رو که کشور داره قوم ایران مسلمون مستحقشه. یعنی میزان جنون و حماقت به چنان کرانه هایی میره که غیر قابل تصوره. یعنی شما وقتی میبینید یک وزیری که خودش شایسته است مثل قائم مقام، قائم مقام بزرگ، و در ضمن پدر محمدشاه یعنی عباس میرزا تا آخرین لحظه سفارشش کرده که از این بهره بگیر، در ضمن وزیر هموار کننده راه سلطنت شما هم بوده، وقتی یک سال بعد این بلا رو سرش میاری، یعنی محمدشاه، این داره نشون میده که یه آدم کم هوش و کودنی مثل محمدشاه طبیعتاً ابتکار عمل دست خودش نبوده، تحریکاتی بوده، تحریکات از سوی روحانیون، از سوی دزدا، از سوی وابسته ها، و این داره نشون میده که چقدر ایستادگی، پایداری در برابر درست شدن، بهتر شدن تو کشور ما بالا بوده. این نیروی بسیار عجیبی است، شگفت‌آور یه همچین قدرتی که شما کاری بکنین، بریزین سر یک شیطان احمق و کاری بکنین که بزرگترین پشتیبانش و آدم حسابی و مملکت رو ظرف یک سال، نه 10 سال، نه 20 سال، بگیم شرایط عوض شده، سرنیز کنه و خفه کنه. ببین این به هم ریختن کدهای مغز ایرانی ها پس از اینکه مسلمان شدن، یکی از تراژدی های بزرگ ایران اینه که خود مهتران ایران که الان روشن اندیشان اکنون باشن یا زمان پهلوی یا اصلا ازش آگاهی ندارن. اینا خیال میکنن دشواری های ایران سیاسیه. اینا خیال میکنن دشواری های ایران به خاطر مثلا توطئه کشورهای بیگانه است یا چیزی از این دست. حالا به بخش پهلوی که برسیم بعدا بیشتر میشکافیم، چون از هر دو طرف دیگه تئوری توطئه و نمیدونم علیه محمد رضا شاه توطئه کردن، علیه مصدق توطئه کردن، این علیه من، اون علیه اون، این مسخره بازی های تئوری توطئه بعدن توضیح میدن که تو مغز اینا چی هست، چه آشوبی هست. تنها چیزی رو که حالیشو نیست اینه که هیچکی توطئه نکرده، خودشون همینن. یعنی این رفتاری که اونجا محمد شاه کرده اصلا رفتار غیر عادی نبوده از یه خاورزمینی مسلمان. ببین من یه نمونه بگم، چند سال پیش ما حالا ما آشنامونه که زیاد داریم کسایی که ایران میرن میرن اینها، یه کسی بود از آشناها وضعشون نرمال بود، خوب بود، مالدار بودن، فرنگ ایران اینا همه جا امکانات داشتن، ایران که ایرانی همیشه پخش و پلان ایران میرن ملکی دارن، نمیدونم کالیفرنیا، نمیدونم اروپا، این ور اون ور، و این داستان مال یکم 10 سال پیشه یا 12 سال پیشه، و اونا میرفتن ایران برمیگشتن و برگشته بودن آقای بود، من باش صحبت میکنم، مرد خیلی خوبی هم بود، یعنی چیز بود، مبادیال آباد آداب بود، با ادب بود، با فرهنگ بود، ایران دوست بود، فلان همینا بود توی اون چیزی که کلاسیک تعریف میشه تو ایران. و این گفتش که بله ما ایران که رفتیم اومدیم واسه خیلی خرابه، حالا اون 12 سال پیشم گفت، الان میدید که چی گفت، گفت چقدر تنگ دستی هست، این هست اون هست، گرسنگی هست و اینها، و میگفت آره مثلا رفته بودن غذا بخورن بیان از رستوران بیرون بالا شهر، حالا که با مالدارا رفت آمد میکردن، یه دیدن که بچه 3 ساله که داشت دست فروشی میکرد با 3 سالگی، قیافه سرخ و سفید هم داشت، از روستا بود اومده، این از گرسنگی داشت استفراغ میکرد کنار خیابون، و این داستانا که داشت تعریف میکرد. حالا نکته جالب اینه، ادامه جمله جالبه، که میگفت البته شما نگران نباشید، ما اونجا خودمون خیلی راحتیم و ما خوشبختانه هم اونجا ویلا داریم، هم دم دریا ویلا داریم، هم فلان اینا، هیچ منظور بدی هم نداشت حرف میزد، چون وقتی از فقر و بدبختی افراد میگفت یه لحظه ناراحت شد که چون من آشنای او هستم و دوست هستم نگران اینم فقط که این نمیدونم متوجه میشی چی میخوام بگم. دقیقاً، یعنی نهایت
خودخواهی، ولی در این حال فرد نمیدونه که چقدر این حرف و این گونه نگاه زشته. یعنی انقدر عادی شده که طرف اون هنگام تأثیر یا اندوه رو در چهره تو میبینه، فکر میکنه واسه اون بچه 3 سال است که از شدت گرسنگی بالا آورده، فکر میکنه بابت اینی که او پس خیلی شرایط برای شما بهتون سخت بوده. نگذری محمد شاه از همین فرهنگ بود که این تمام می واسه چین داد این قائم مقام کشتن. اگه ما ماشین زمان پامشتو میرفتیم اونجا تو اون اتاق میگشتیم نگاه میکردیم خندت میگرفت. میدید دلیلش اینه که چون قائم مقام میاد با این بحث میکنه، بهش میگه اعلی حضرت این کار درسته اون کار غلطه، مراقب فرنگیا باش، این باش اون باش، این کار بکنیم. این محمد شاه که یه عمر از بچگی مثل همه بچهای ایرانی ننه باباش قربون صدقهش رفتن، هی گفتن تو چقدر نابغه، الهی قربونت برم، الهی فدات بشم، اینا پدرمادر ایرانی بچه‌هاشو به متکبر تبدیل میکنن مثل خودشون در حقیقت. این بعدن از این کارو بکن اون کارو کن عصبی شده بوده و به خودش میگفته محمد من اینو گیدم خفه کنم خلاص میشم دیگه، بعدش میشینم همین کارهای حرم سرا و گشت و گذار و شکار و کباب و اینا خواهد بود. حالا این فرنگی هم درک اومدن برداشتن بردن هرچی، مثلا چند تا قرارداد باهاشون میبندیم که فقط یه پولی گیر ما اینجا بیاد، مثل همون آقایی که میگفته که ناراحت ما نباشه ما وضعمون خیلی خوبه. محمد چا مگه ازش میپرسی که محمد کشور بردن اصلا تیکه تیکه شد؟ میگم نه میفهمم من ناراحت نباشم ما اینجا دستکم خوبه، خوبه ما تو دربار وضعمون خوبه، کباب بره داریم. این جالب نشرم که وقتی سر به نیست میکنه قائم مقام رو و در حقیقت اون مجموعه راحت میشن از شر قائم مقام، روحانیون، یه سری بازاریای دزد، یه سری کارکنان درخانه، خود شخص محمدشاه. بعد جالب اینه که میره میفته تو بازی درویش بازی و مرید آقاسی میشه، اونو میاره میذاره صدر اعظم، یعنی خودسازی به اصطلاح. رفتار اون باز در نوع خودش هیچ پدیده ایست که نشون میده چقدر جنون میطلبیده. یعنی ضرب المثل معروف داریم که میگه اینجا رو بکم، میگه آقا این یعنی اینجا آب در نمیاد ما چی بکنیم، میگه این برای تو اگه آب برای ما اگه آب نداره برای تو نون داره، به چاکنه میگه میگه به آب نمیرسی برای چی ما میکنیم، فایده نداره اینجا خشکه. مخصوص اینه که طرف میگه تو چی کار داری پولتو بگی بکن. این جایگزینی از یه آدمی که دنبال انجام کار درسته به یه آدم نیمه خل و چل که تازه مراد محمد شاه میشه، این نشون میده که وضعیت چقدر اسفباره. شهرام به خاطر همین شرایط نیست که ما تو دوره محمد شاه و بعد ادامهش تو دوره ناصرالدین شاه میاد این فرقه های مذهبی تازه رو میبینیم، شیخیه و بعد بابیه و بعد از تو دلش ازلی ها میان بیرون و بهایی ها میان بیرون. آیا این یک اقدام، یک واکنش بخشی از مردم به این چنبره خیلی سیاه و مستبد مذهب شیعه در ایران نبوده که آمده باز به صورت یک مذهب جلوه‌گر شده زده بیرون؟ این گمان میره، این گمان میره که همین گونه بوده. یعنی اینکه یکی دو سال پس از، یعنی پس از مرگ قائم مقام، اون کسایی که تو کشفشتی میفهمیدن پشتشون رشو افتاد که این سیستم اینجوری چرا اینجوری بیخیاله. البته هر کی از این حرفا میزنه به نظر من باز بیخود میگه، چون 95% قوم اینجوری بیخیالن. اون 5% که میفهمن خب تنشون رشو میفته. یعنی ما بعد از اسلام تو این وضع هستیم، 5% میفهمن چه خبرن، بقیه بیخیالن. حالا اون 5% که میگفتن که چرا اینا بیخیالن، اینا چون احساس بنبست میکردن گفتن درهای دیگری رو باز میکنیم. یکی از این افراد باب بوده. فارغ از آموزش هایی که داده و حرف هایی که زده، نه حالا تو یه برنامه شد تو جزئیاتشون هم بدیم که تو چه ارتباطی. نه من دقیقا من چیزی میخوام بگم اینی که دوباره از راه ایجاد مذهب میرن برای تضعیف مذهب حاکم، ولی نکته به نظر من نکته جالب در این حرکت بابی ها این است که چهرهای از اینها مثل ملک المتکلمی، مثل یحیی دولت آبادی، مثل آقا خان کرمانی که بعد حالا ازلی هم میشن، صبح ازلی و اینا، به نظر میاد چهرهای برها پیشتاز و چهرهای فهمیده اصل خودشون هست. یعنی به نظر میاد تبار ایرانی برای رها شدن از این چنبره بسیار خوفناک روحانیت شیعه داره دست و پا میزنه، میره سراغ هر جریانی که میتونه رو به تجدد برسونه، از این وضعیت رها کنه و حتی میتواند ساختن یه مذهب تازه باشه. من با واژه روحانیت شیعه مشکل دارم، با تمامیت اسلام، تمامیتش، چون در حقیقت روحانیت شیعه ما که بابا بیچارا نسبتاً بی آزارن نسبت به مفتی های سنی، اگه اونا رو میدیدی اونا رو زیاد مال ما یک پا فیلسوف هست. من شب گفتم امام راحل خودمون از افلاطون میگفت، از فارابی میگفت، اونا اصلا روانی هست. مال سنی ها رو ببینی و تازه قدر اینا رو میدونی. با بنیاد اسلام خود باب یعنی یک کسی بود که حالا جامعه شناس نبود، خودش هم گرایش های مثلا
دینی نداشت، فیلسوف و اینا نبود، ولی ته دلش اون چیزایی رو که ما اینجا میگیم که مشکل بنیادی فرهنگیه اینو فهمیده بود. بله. و این کردیتو باید بهش داد. فهمیده بود که مشکل خود اسلامه. اینم فهم. این کردیتم باید بهش داد. و فهمید چون اصلاح امکان پذیر نیست، باید برود به طرح نو در اندازه. آفرین. اینم گام نبوغوار سومه. یک، فهمیده بود مشکل فرهنگی. دو، فهمیده بود همه مشکلات ایران فقط اسلامه، هیچ مشکل دیگری نداره. سه، اسلام رفرم ناپذیره. به همون گونه که اون کارمند ارشد انگلیسی لورد کرومر گفته بود، Reformed Islam is no longer Islam. میپاشه از درون، بس که سنگواره و همش به هم پیوند داره و ادعای مطلق داره، یه گوشش که میخوای رفرم کنی و خمش بدی همش متلاشی میشه میریزه، واسه همین اصلا نمیتونه خوش تغییر بده. اینا رو همه رو دارن این باب فهمیده بوده. علی محمد شیرازی بود، نه سید علی محمد اگه اشتباه نکنم. بله. به هر حال مال شیرازی های ما هم که همیشه تو دوران پس از اسلام همیشه از اون یکی خورده روشن‌تر بودن. ارتباطشون رو با همون ایرانیای استان پارس پیش از اسلام، استخر و اینا نگه داشتن تو دلشون. اینم بگم اون یکی از اون کسایی بوده که وقتی درو پنجره رو می‌بسته رک‌تر در مورد خود اسلام صحبت می‌کرد. خیالت راحت باشه. و دنبال این راه رفته که اینجوری درو باز کنیم که میایم و سوار امکانات آیین شیعه دوازده امامه میشیم، داستان مهدی رو وارد میکنیم، در دین رو دوباره یعنی تغییر دین رو باز میکنیم و بعد دیگه تغییرش میدیم به اون اصولی که گمان میکنیم بهتره. یه مقدار برخی چیزا رو مثلا برداشتی که مسلمان‌ها احساس کنن که نه مثلا یه چیزی از اون قبلم داره، مثلا با نوشیدن شراب مثلا مخالفت کرده. ولی در مسائل برخورد با دانش، برخورد با زنان، برخورد با کودکان، مسئله برخورد اصل شادی در زندگی علیه اصل غم و افسردگی و خشم، اینا خیلی انچه کلاسیک ایران باستانی داره و اینا رو توش کاشته. حالا اینا توی بستر یه چیزی که مثلا داخل مثلا شیعه بخواد بیاد بیرون، ولی بگه من دین نو هم واسه همینم هیچ ریسپانسیبیلیتی یا هیچ پاسخوری ندارم که مسئله اسلام ادامه بدم. در ادامه جریان دوره محمد شاه قاجار که میاد تا وارد دوره ناصرالدین شاه میشیم، شرم جان این جریان شریعت کم برامون مشکل ساز بوده که تازه جریان طریقتی هم افسوده میشه و جنگ های حیدری نعمتی خیلی گسترده میشه و این طریقت های مختلف صوفیگری و درویش بازی در ایران و مرید و مراد بازی ایجاد درگیری های خونی میکنه. گزارش ها داریم تو شهرهای کشور در حد کشتن دست جمعی مردم به جون هم میافتادن و نشون میده که دیگه کامل این ماشین در سرازیری رها شده و داره میره به تای دره تا برسه به جرقه به نام امیرکبیر. بله، یعنی حالا این بابم که حالا سرنوشت رو همیهنان میدونن که بعد کارش محدود شد و دستگیر شد و اعدام شد و از این حرفا، یه چند سال اندکی هم فقط در دست کار بود، ولی این پرتو رو داشت روی اون یکی ها که آدم میتونه from scratch از بنیاد مثلا حتی خود اسلام رو زیر سوال ببره. به هر حال ما از محمد شاه خلوچر خودمون میگذریم. میگم من فقط برام خیلی مهمه که اینو بگم که ما آدم مثل محمد شاه تو ایران الان کلن تو دوران این 1400 سال یا 1000 سال بعد از قرن پنجم هجری که ایرانیان دیگه چرخ گشودن 60% قومه. من روی این اصرار دارم. هم اکنون 50 سال پیش، زمان پهلوی، زمان قاجار، زمان صفوی، بعد از قرن پنجم ششم هجری استیبل ساخت جامعه ایران. اصلا به این ارتباط نداره که کراوات میزنه، کی کلاه میذاره، نمیدونم کی عمامه میذاره، کی عبا، کی شپش داره، نداره. این چیزا که خیال میکنم مثلا با بهداشتش تحقیق کرده. من اون کدهای درونی رو میگم که ما نامش جهان نگری گذاشتیم. درسته. اون بن قانونهای روان که از زیر همه چی رو کنترل میکنن. اونا رو بخوای نگاه کنی ما 60% مثل محمد شدیم. محمد شاه بیچاره گمان نکنی که تو جایی مثل آدم خار بود مثل آقا محمد خان. نه. اتفاقا محمد شاه مثلا به قائم مقام وقتی که قائم مقام اصرار داشتش که این رقیبای دیگر رو یا باید بکشیم کور کنیم از این حرفا، این بقیه میرزاها رو فرزندان عباس میرزا رو. محمد اتفاقا گفت که نه اگه میشه نکشیم، دست فقط کور کنیم، اصلا هیچ کار نکنیم. یعنی آدم کشی نبود. نه. فقط اینجوری بود که از دست وزیر خسته شده بود. که میگم این وزیر به جای اینکه بذاره من اینجا تو حرمسرا بشینم آروغ بزنم، مثلا شکار برم، مثلا خربوزه بخورم، اینا میاد با من در مورد مسائل عبرانی صحبت میکنه. پدرش یعنی پدر بزرگش فتحی شام اینگونه سلطنت کرده بود، دیده بود که چند صد تا زن هستن و بخور و بریز و بپاشه و به دنیا هم کاری نداره. البته حالا سیستم اینجوریه که انگلیسی هم اون وسط کار خودشون رو میکردن. اوکی؟ بله. از خود انگلیسی ها گزارش هایی که مونده مثلا اینجوری هست که اونا وقتی دیدن که قائم مقام یه خورده موی دماغه
خواهش کردن در داخل دربار کسانی رو پیدا کردن، من تو جزئیات وارد نمیشم، اونا هی پچ پچ میکردن گوش شاه، همه حرفای همیشگی میگم وزیر میخواد خوش شاه بشه، این همیشه حرف همیشگی وقتی میخوای بگی شاه اینو بده به گوش از این حرف. بعد انگلیسی‌ها چون ارتباط خیلی خوبی با روحانی ها ایجاد کرده بودن، میرفتن پیش اونا پول توضیح میکردن که بگید این اصلا کافر شده و این مدارس نمیدونم فنی و اینا هم که میخواد بزنه به خاطر همین کفرشه، چون به فرنگی‌ها نزدیک شده مثلا نجس شده از این حرفا. اونا هم یه پول خوبی گرفتن، از فردا شروع کردن این روزه رو خوندن و خب یه فردا اینجوری بود. خب بعد از حذف قائم مقام هم بود که در حقیقت انگلستان به طور مستقیم از همون موقع آغاز کرد و ادامه‌اش هم در دوره ناصری منجر به تجزیه بخشی از شرق ایران شد که کشور افغانستان رو تشکیل داد. من این داستان فقط واسه این گفتم چون این روشنفکرای سطحی خودمون رو یا مهتران خودمون رو که به حمد الله دیگه همه سطحی هستند این کشور، اینا رو اگه ولشون کنی اون مسئله عمیق‌تر رو که محمد شاه از فرط بیخیالی و تنبلی مثل 60 درصد جامعه ایران میخواست اینو بکشه که از شر موی دماغ خلاص بشه ول میکنن، میرن سراغ توطئه انگلستان، سراغ اون 20 درصد عیز من. این اینجا میخواست از بام تا شام توطئه کنه. اگه محمد شاه براش اهمیت داشت که کشور کجا داره میره برف این توطئه گوش میداد؟ نه. اصل مطلب اینه که پس از اسلام یه اتفاق خیلی جالبی تو مغز ایرانی ها افتاده، ارتباطشون رو با ایدئالیسم سازنده از دست دادن و هر کدوم یه قرارداد خصوصی با الله بستن که اگه من دولاراست بشم این کارهای تو رو انجام بدم، روزه بگیرم آدم بکشم این دیگراندیشان و اینا رو، تو منو یه راست میبری پیش حوریا و اصل. به وسیله این هر گونه ایدئالیسم ابسترکت فراگروهی تو اینا مرده، آرزوهای بزرگ دیگه پا نگرفت، این فقط خودشو فقط میشسته، هر کدومشون تو خودشون زندانیان. حتی اگه به اون اصل و حوری هم زیادی که ایمان نداشته باشه، ولی الگو دیگه فقط همین شده که من تو این زندان خودم هم. حالا اگه با الان دیگه قرارداد نمیبندم، دیگه فقط خودم رو به یه جایی با بزن و ببر و چپ و اینا زود به یه جایی برسونم که همون حوریه رو تو همین زندگی زود میسر کنم. درست. یعنی به سلول‌های از هم گسسته و مالی خولیایی و احمق تبدیل شدن. اینو روشن فکرها ول میکنن، میرن سراغ که این انگلیسی چقدر پول خرج میکردن، ولمون کنید بابا، این انگار که مثلا قبل و بعد از اون مثلا این شاههای اونجا خیلی منطقی رفتار میکردن، این یکی اون وسط مثلا جاهل بوده. تو وقتی نگاه میکنی بعد میرن یه کار دیگه میکنن. حالا روشن فکرای ما گاهی هم وقتی میبینن که مثلا یکی موچشونو گرفت که فقط این محمد شاه نبوده، همه احمق بودن از این مدل قاجارا، میرن یه یخ شاه میگیرن، این شاه خیلی بدن، خود اون پایین شریخ دادمای خوبیه، اون که از دیدم که ده برابر بدتره که این باز تو کاخ نشسته یه چیزی هم دیده. اتفاقا چرا من همیشه نگاه انتقادی به گزارش هایی و نوشته هایی که در مورد تاریخ قاجار نوشته، یکیش همینه که به گونه ای نوشته میشه انگار که اینا هفت تا سلطان بودن خیلی بد که البته بعد چی شده از بعدا جامعه آره که اینا واقعا جامعه رو حفظ کردن، یعنی جامعه بسیار پویا و سزاواری بوده و اینها آمده و باعث شدن که ایران یه 120 سال درجا بزنه یا عقب‌گرد. نه، اینها برآمده از همون جامعه بودن، اون جامعه هم ظاهرا مشکلی نداشته با اینا تا سالها تا انقلاب مشروطه. آره جریاناتی که بهش خواهیم رسید. جان جان از زمانمون چقدر مونده؟ زمان تموم شده شهرام جان. من می‌خواستم توی مدت کوتاهی که باقی مونده دو تا مطلب رو بگم. یکی از همیهنانی که با همیاری مالی به جنبش رنسانس ایرانی به پخش این برنامه کمک میکنن، بسیار سپاسگزارم. حالا هر ماهی یه بار نامها رو میخونم، چیزی که حضور ذهن داشتم، جناب حجازی بودن، خانم جوانشیر بودن، جناب حدادی‌زاده بودن و شما دیگر دوستان که حتما برای برنامه آینده نامشونم خواهم خوند، البته نام کامل نه. از سپاسگزاری میخواستم بکنیم از همراهیتون تو این جریان و اینکه به هر حال به عنوان ایرانی خیشگاهی برای خودتون قائل هستید، سپاسگزاریم. مطلب دوم درباره مسابقه شاهنامه است که الان در پایان برنامه کلیپش پخش میشه. جنبش رنسانس ایرانی 3 سال پیش و 2 سال پیش مسابقه شاهنامه رو برگزار کرد، پارسال نرسیدیم این کار انجام بدیم ولی امسال دوباره مسابقه برقراره. همه همیهنانی که کار هنری میتونن بکنن در موسیقی، نگارگری، تندیس‌سازی، خوشنویسی، نمایش، انیمیشن، نقالی، هر کاری که بتونه به نوعی به شاهنامه پیوند بخوره، در مورد موضوعات شاهنامه باشه، داستان‌های شاهنامه، چهره‌های شاهنامه‌ای که به نوعی فرهنگ جامعه رو کمک کنیم این گونه به فرهنگ شاهنامه به درون جامعه ایرانی برده بشه رو فرا خوانده‌ایم که در این مسابقه شرکت کنن. کلیپ پخش میشه در پایان. ایمیل و نشانی جایی که میشود تماس بگیرید برای شرکت در مسابقه و فرستادن کارتون، یا اگه کارتون کار بزرگی است خود کار رو نمیتونید بفرستید، مثلا یک تندیس یا یک تابلو نقاشی، عکس از اون رو میتونید برای ما بفرستید.
تو مسابقه شرکت بکنید. برای زیر 18 سال ها یه دسته مسابقه هست، برای بالا 18 سال یه سری دیگر بدون محدودیت سنی. و به برندگان که شماره نسبتا قابل توجه هم برنده خواهیم داشت، جوایز نقدی داده میشه که در پیار سال و پس پیار سال که این کار رو انجام دادیم در ایران پول به دستشون رسید، در تاجیکستان همینطور و در خارج از کشور هم همینطور. حتما به این کلیپ توجه کنید و هم خودتون اگر علاقمند در مسابقه شرکت کنید و اگر کسانی رو با استعداد میبینید که تو این زمینه میتونن همراهی بکنن، هم فعال هم تماشا، هم یک کار فرهنگی هنری است و هم اقدامی است در راستای نوزایش ایرانی. شهرام جان اگر میخوایی مطلبی رو بیفزایی به دو سخنی که من گفتم بفرم. داستانی که چند بار گفتیم، بدون چندین برابر کردن فشار کمک‌ها و تمرکزشون و مصرف درستشون، درهای اصلی گشوده نمیشن. و اینم یکی از تراژدی‌های قوم ایران در حال حاضر که به کارهای یه قل دو قل و معرکه‌گیری‌ها کمک مادی میشه، به کارهای زیر ساختی که همه چی به اونجا برمیگرده و متمرکز میشه علاقه وجود نداره. اینم البته تقصیر فرنگی‌ها نیست. خب سپاسگزارم. پس تا برنامه بعدی، بدرود به همه همیهنان. بدرود.